درود بر شما. به افغانستان 1400 با من رشاد زریر از شبکه جهانی یک خوش آمدید. بررسی سیاست خارجی امارت اسلامی از جایگاه کنونی افغانستان تا آینده روابط با جهان. با گذشت 3 سال و اندی از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، هنوز اما هیچ یک از کشورهای جهان امارت را به رسمیت نشناخته است. اما در نتیجه تلاش‌های دستگاه دیپلماسی امارت اسلامی، افغانستان توانسته است با نزدیک 40 کشور منطقه و جهان روابط دیپلماتیک و تعاملات سازنده بازرگانی برقرار کند. در همین حال، معاون سخنگوی امارت اسلامی حمدالله فطرت نیز به تلویزیون یک گفته است که کشورهای از جمله ازبکستان و امارات متحده عربی آماده اند تا به افغانستان سفیر بفرستند و از کابل سفیر بپذیرند. اما چشمانداز این روابط چیست؟ من در این برنامه به دنبال پاسخهای این پرسش خواهم گشت با حضور مهمانانم، آقای عبدالجمیل شیرانی، آگاه مسائل سیاسی در استیدیو، و آقای اسحاق اطمر، آگاه روابط بین المللی از طریق اسکایپ از آلمان. جناب آقای شیرانی، خوش آمدید و مقدمتاً نگاه شما به روابط افغانستان با منطقه و جهان در شرایط کنونی چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زریر صاحب تا استاس درانه ملمانات جناب اطمر صاحب تا در یک تلویزیون لطریق طول افغان و مجاز اولست سلامون اولانه کن. رازو دیتا چی در افغانستان اسلامی امارت پا در دریکلن عمر کلی پا در دریکلن تاریخ که لنره سر با وجود دی چی نره پا اسلامی امارت باندی طول بندیزون لگولی دی او در نره هیچ حیوات رو سنده حاضر شوی چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني او ټول د افغانستان پیسې کنګل شوي، د افغانستان بانکي سیستم بند دی، د افغانستان چوکۍ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اسلامي امارت نه ده ورکړل شوی. یعنی ګوناګون مختلف تحریمونه او مختلف هغه کارونه د ملګرو ملتونو له خوا نه یا د نړیوالو خصوصا په راس کې د امریکې او د اروپایي ټولنې له خوا نه هغه بندیزونه دي چې د اسلامي امارت نه پرېږدي تر څو د نړۍ سره. خو د دې ټولو باوجود اسلامي امارت یو ښه پالیسي غوره کړې ده، د بهرنیو چارو پالیسي، یعنی یو کامیابه پالیسي ده چې په دې شرایطو باوجود د دې سختو تحریمونو او سختو مشکلاتو ستونزو توانیدلی دی چې د نړۍ د 40 شاوخوا هیوادونو سره خپلې کنسلي روابط ولري، د دیفکتو اړیکې ولري، بازرګانی، تجارتي، سیاسي په ټولو ارسو کې، خصوصا د آسیایي ملکونو سره ډېره ښه رابطه جوړه کړې ده او ډېر پرمخ روان دی، ورځ تر بلې پورې په اوسنیو ورځو کې د میشه به یې موفقیت او کامیابي گفت؟ او دا د اسلامي امارت لپاره یو کامیابي ده، یو لاسته راوړنه ده، ځکه چې با وجود چې نړۍ نه پرېږدي چې اسلامي امارت څوک په رسمیت وپېژني، د نړۍ نه پرېږدي چې اسلامي امارت سره څوک علایق جوړ کړي، تجارتي، سیاسي، کلتوري، همداسې په نورو ارسو کې، خو الحمدلله اسلامي امارت په دې وتوانېده د یو ښه متوازن سیاست او اقتصاد محوره سیاست د ولوبوله په دې 3 کاله کې او نړۍ ته یې دا قناعت ورکړ چې دغې جملې څخه چین هغه هېواد دی چې لومړی هېواد و چې د آسیایي ملکونو او د امنیت شورا یو مهم غړی دی او د امنیت شورا دایمي غړی دی، هغه د افغانستان سفیر رسمن مني او دغې اعتبار مالنامه مني. همداسې واژه رسمیت از لحاظ دیپلماسی چرا برجسته نمیشه؟ چرا تلاش هایی برای رسمیت شناختن نشد؟ هم دغه رسمیت پیژندلی ته یو قدم وړاندې توب دی، دغه د رسمیت پیژندلی ته پاره یو لاره ده، یو لاره جوړول لیکنه. اوس د یو چا سفیر چې د په یو ملک د یو ملک سفیر رسمن اعتبارنامه دغې د ولسمشر لخوا نه منل کیږي او دغې سفیر افغانستان ته راځي، دغې اعتبارنامه د رئیس الوزرا لخوا نه تاییدیږي. دا د دې معنا لري چې یعنی 50% دلته ډیپلوماتیکې اړیکې رغېدلي دي، 50% چې خالی اعلان نده شوی، رسما اعلان در تلویزیون و در رادیو. چرا اعلان نمیشه با وجود گذشت 3 سال؟ ما نمونه های زیادی در جهان داشتیم که از نمونه امارات اسلامی بوده، مثلا در کشور همسایه انقلاب جمهوری اسلامی رو داشتیم، ولی با گذشت چند روز همه کشورها، تعداد زیاد کشورها به رسمیت شناختنش. فکر میکنید جهان با افغانستان مشکلی داره؟
جهان مشکل نلری د هغه څوک چې تقریبا 40 کال د افغانستان د اسلامي امارت سره په جګړه کې اخته و امریکا او د امریکای متحدین ناتو هغه یا اروپایی ټولنه چې هغه نن سبا هغه را چې پخوا امریکای چلاول او پخوا د امریکای په ټول نړۍ باندې د یو زبرځواک په توګه خپل عمل چلول او بل هغه هیواد چې هغه 40 کاله په جګړه کې د افغانستان اسلامي امارت سره اخته و نو اوس هغه تر یو حده پورې کوشش کوي تر څو اسلامي امارت سره هغه هیوادونه امریکا یې کوشش ها را میکنه؟ آها امریکا کوشش کوي تر څو اسلامي امارت سره هغه هیوادونه چې دوی غواړي چې پیژندګلوي وکړي یعنی تر یو حده پورې خنډونه او موانع جوړوي تر څو د و شما فکر میکنید کشورهای جهان و منطقه حتی چینه که شما اشاره کردید فقط اعلان نکرده کشورها نشستند پای حرفهای آمریکا عمل بکنند بر اساس دیپلماسی خودشان عمل نمی کنند؟ راجو دیتا گورد بعضی کارون دی چی در خپل ملکون و در شخصی گتو در پاره در گتو پا بینا استواروی اوز مثال در خبری دی چین حقه هواده چی تقریبا در اویه فیصد تجارت وسم پا امریکا که در امریکا سر لری اویه فیصد تجارت در امریکی سر لری اوز که چیری دوی دست فکر کیو چی مونگ که یو دم در اعلان وکلو در افغانستان در اسلامی امار در رسمت پیجندن لی در پاره نوز مونگ پا تجارتی اوز مونگ پا شخصی گتو که در افغانستان در چین در گتو دفاره باید یو معنی اجازی او اقا کارون چقدر مون اقا تجارت سی مون لیران امریکی سره لرو بقیه که بقیه شرکتون رو با بندیزون رو لگیگی لگی سر با مون تستون زیاد مشکلات جورسی نو رو رو قدم خیلی دوی چی پا یو دلائیز توگه مثال در خبر در روسی سره در چین سره پا یو متفقانه توگه دوی غاره چی در افغانستان اسلامی امارت پرسمت بپیده بسیار تشکر برمیگردیم به شما جناب آقای اتمر جایگاه امروزی افغانستان را در نظام بین الملل شما چگونه ارزیابی میکنید؟ تشکر سلام برای شما سلام برای مهمان گرامی شما و شهرانی و بینده عزیز خب افغانستان مکلفیت داره که به تعهدات بین المللی که کشور افغانستان تا 100 سال گذشته یا از تأسیس ملل متحد که 48 سال میشه با این تعهدات باید پابند باشه چون در طول 30 سال گذشته افغانستان با این تعهدات پابند نیست از این خاطر فرصت و زمینه به رسمیت شناختن افغانستان منتفی است. چه نمونه های بارزی از این تعهدات را میشه اشاره کنید؟ مسائل حقوق بشر است، مسائل تهدید دیگر کشور هاست و مسائلی که مثلا حق تعلیم است، حق آزادی بیان است، احترام به حقوق مدنی افراد و اشخاص است. این مسائل است که برخی از تعهدات بین‌المللی کشور ما را تشکیل می‌دهد. درست. اما امارت اسلامی همیشه تأکید بر این داشته که این موارد داخلی افغانستان هست و نباید دخالت از بیرون صورت بگیره. شما فکر میکنید با کنوانسیون های بین المللی منشور سازمان ملل و نگاه نظام امروزین بین الملل در تطابق نیست این مسائل؟ مسائل داخلی نیست، این تعهدات بین المللی است. به اساس این تعهدات افغانستان عضو ملل متحد در طول 48 سال گذشته بوده و زمانی که ببخشید از سال 1970 و از سال 1948 که افغانستان عضو ازی بود درست حدود 70 چند سال ایدالی شما وقتی که تعهدات باور جا نمیدانین کشورهای کنا شامل ملل متحد هستند این امکانات ندارن که برخلاف منشور ملل متحد شما رو به رسمیت بشناسند. درست. اما چرا این کشورها که در آغاز آقای شیرانی هم نمونه های ازشان بردند با افغانستان تعاملات دیپلماتیک دارند و به قول آقای شیرانی میشه گفت 95% مثلا چین به رسمیت شناخت افغانستان را آیا چنین میشه گفت؟
ببینید، ما درست است کشورهای همسایه داریم که اینا در روابط هستند، مسائل تجارتی داریم با کشورهای منطقه. مثلا اگر ما ایران بگیریم، ایران بیشتر از 2 میلیارد دلار صادرات داره به افغانستان سالانه. ایران نمیخواد که صادرات خود از دست بده. درست. ازبکستان، ترکمنستان، اینا گاز، تیل و برق انرژی به افغانستان صادر میکنه و صدها میلیون دلار سالانه ازی میگیرن. اینا این منفعت خود از دست نمیدن. یعنی میگید ناگزیر هستن؟ یقینا. تاجیکستان مثلا به این ترتیب است. چین امروز بزرگترین قراردادها را در افغانستان به دست آورده که رقم ازی از حدود 10 میلیارد دلار میرسه. او نمیخواه که منابع را از دست بده. درست. و ترتیب به نظر شما آنگونه که آقای شیرانی باورشانی است که دیپلماسی افغانستان در 3 سال اخیر موفق و کامیاب بوده، شما چه فکر میکنید؟ واقعا موفق بوده؟ ببینین، نظر آقای شیرانی نظر خودشان است. من برشان احترام دارم، بر نظرشان هم احترام دارم، ولی واقعیت ها چیز دیگه است. اول بین ببینیم در میته 4-5 سال گذشته نشست هایی که در منطقه با حضور امریکا، روسیه، پاکستان، چین و کشورهای منطقه صورت گرفت، چی در مسکو بود، چی در تهران بود، چی در پیکن بود، چی در اسلام آباد بود، اینا بناهای تریویکا و تریویکا پلاس، کشورهایی که اینا در اطراف افغانستان بودند، در اونجا اینا فیصله کردن دست جمعی که هیچ حکومت را در افغانستان به نام امارت اسلامی اینا به رسمیت نمیشناسند. به اساس از او اینا به اساس امو فیصله نامه اینا حق ندارن که حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسند. درست. ما مسئله ای که رابطه است، بله چین قرارداد داره، اما یک چیز را ما براتون میگم از امیالی باید بیننده کلگی را بفهمه. چین این قرارداد میلیارد دلاری را که گرفته، اینا ما مشکلات در سیستم های بانکی خود داریم. بانک های ما زیر تحریم است. این حوالی پول، انتقال پول، این ممکن نیست. درست. اجازه بدین، چون همین نکته که اشاره کردید آقای اطمر گرامی که نکته بسیار مهمی است، بعداً به این بپردازیم عمیق‌تر و خیلی کوتاه به یکی از نکاتی که شما اشاره کردید دیدگاه آقای شیرانی را داشته باشیم. که آقای شیرانی، این تعهداتی که افغانستان و همه کشورها داشتند و امروز گویی به زعم آقای اطمر نقض شده اند، از دیدگاه شما چطور ارزیابی میشن؟ کوتاه. اینا فرمودن آقای اطمر که افغانستان از سالهای قدیم تا اکنون تعهداتی با سازمان ملل، با جامعه جهانی داره، همه کشورها با هم تعهدات، کنوانسیون هاست، معاهدات است، که افغانستان امروز با اونا پایبند نیست، بنابرای به رسمیت شناخته نمیشه. گوره در قدم الگر و ملتونو در رسمیت پیجندلو قوانین ده جدا دی، ده پا دی پوری آره نلیره چی ده ملک په داخلي چارو کې لکه د جنوب مکتبونو خلاصول همداسې بعضې نور مسایل حقوقي بشر چې دوی بهانه جو دا یو ابزار په توګه دوی استعمالوي. که نه په ملګرو ملتونو په منشور کې واضحتا کنوانسیونونو کې دا لیکل شوي دي چې د یو ملک په رسمیت د هغه ملک چې هغه د ملګرو ملتونو عضویت ولري هغه به په مثلا حقوق بشر اشاره کردن. حقوق بشر ته راځو. ګوره، کله چې یو ملک په رسمیت پیژندل کیږي، د هغې دپاره دغه درې نکاتی په یو ملک په ټوله جغرافیه باندې کنټرول راوستل دي، حکومتداري کول دي، خلکو یعنی نفوس هلته وګړي وجود
موجود وی باید خلق موجود وی سپغه حکومت والی وکی او خلق تو خدمات وړاندې کول دي نو د درې سره ارسی موجود دي په افغانستان په ټول جغرافیا باندې په خو په لې 50% ولیا په 40% اوس 100% ټول جغرافیا د اسلامي امارت په کنټرول کې ده مزه د مونږ په نړۍ کې داسې بیل ګلرو چې دیکتاتوري نظامونه دي شاهي نظامونه دي په هیڅ ارسه په هیڅ قانون سره په هیڅ شوکار د ملګرو ملتونو سره غنی خو خلق پر اسمت پیجنی اسرائیل هم خلق پر اسمت پیجنی چې د نړۍ هغه ظالم او هغه دی چې په ورځ کې په سلګونو کسان په زرګونو کسان شهیدانیږي په غزه کې او په زرګونو کسان تر خاورو لاندې کېږي ټوله غزه ورانیږي هغه هم خلق پر اسمت پیژني دلته چې امن دی امان دی دا د داخلي مسایل دي دا د نړیوال دی او ابزار په توګه استعمالوي نه د ملګرو ملتونو د منشور په توګه برخواهیم گشت. خیلی ممنون. بیننده های عزیز، میان برنامه کوتاه داریم و دوباره برمیگردیم. باز هم به افغانستان 1400 خوش آمدید و دوباره برمیگردیم به جناب آقای اطمر که ادامه بحثشان را داشته باشند در مورد چین و مصارف هنگفت و سرمایه گذاری هاش اشاره داشتید. میتونید صحبتتان را ادامه بدین؟ خب من قبل از اینکه به اون صحبت برم یک وضاحت میخواهیم بتون خب. و اکثرا این گپ ها را من از طریق رسانه ها مشنم و احتمالی میشه که مردم یک نوع سوی تعبیر از برخورده و سیاست ها دارن. درست. مثلا؟ ارزمه ایست که مثلا ایران میگه که حاکمیت بر جغرافیا نظام مشروعیت میده. ایتو نیست. حاکمیت بر جغرافیا اگر بخاطر داشته باشین ابوبکر البغدادی نصف سوریه را گرفت، نصف عراق را گرفت و هیچ کشور دنیا با یک سالها می سرزمین همی جغرافیا صد در صد زیر تسلطش بود اما هیچ کس را به رسمیت نشناخت. درست. پس مشروعیت به نظر شما چی میده؟ جغرافیا حاکمیت بر جغرافیا مشروعیت نمیده. مشروعیت چی میده؟ مشروعیت یک تایید مردم است. این به شکل انتخابات یا به شکل جرگه یا به شکل رفراندوم یا به ترتیب دیگه که آقای شیرانی میگه که دیکتاتوری های دیگه در جهان است. درست است. دیکتاتوری هایی که در دنیا است اینا هم غیر قانونی هستند ولی اول این که دیکتاتوری ها زمانی که از طریق کودتا هم آمدن اونا چی کردن؟ اونا قانون جور کردن، سه قوه دارد، اجرایه، قضایه، مقننه و نهادها یا نظامهایشان شامل امو سیستم یک دولت است. اما امارت اسلامی میگه شرعیت اسلامی قانونش هست و ازش پیروی میکنه و امو شرعیت اسلامی نظامش که نظام در شرعیت تشریح شده باشن نیست. اینه بیره کفار و هر کس که برای من میگه که اوی ترکیال شما ببینید من مثال میم براتون شما زمانی که شریعت اسلامی را قانون اساسی تان میسازید امروز ما مواجه با مشکلاتی هستیم که در اونجا نیست مثل قانون ترافیک مثل جنگ سایبری مثل اختطاف ها مثل بمباری ها اینی چیزایی است یا مثل امثال است بسیار زیاد است از نظر طبی شما به انواعی درست. جناب آقای اطمر این قوانین هست که زیر مجموعه یک قانون اساسی میتونه به نظر شما باشه که در جزئیات شریعت اسلامی بهش پرداخته نشده. خب ببینید قانون اساسی هر قانون اساسی در افغانستان هم ساخته شده زیر سایه شریعت اسلامی ساخته شده. شما از قانون حضرت امان‌الله خان گرفته تا ظاهر شاه تا داوود خان تا بیست ساله جمهوریت کل شما خواندیم دیدیم ببین اولین مادهش اینمیست که افغانستان یک کشور اسلامی است و تمام
اما قوانین زیر سایه مقررات یا شریعت اسلامی نافذ است. درست. اینجا این موضوع حل است. آمدیم سر از اینکه ما یک چیز گنگ و کلی را بر مردم بیتیم که این شریعت اسلامی است. دو شریعت باز هر چیزی که دل ما بود درست. به نام شریعت ما بود اجازه سر بتن... مردم کوتاه نظر آقای شیرانی را هم در پیوند به همین اشاراتتان داشته باشیم بر بگردیم خدمتان. آقای شیرانی، آنچه آقای اطمر گفت را شنیدید. یک بحث مشروعیت هست که ایشان فرمودن مشروعیت از اینکه حاکمیت باشه به تنهاییش به دست نمی آید. و در کنار این هم ایشان می فرمایند که نبود قوانین از جمله قانون اساسی می تانه مشروعیت حقوقی را زیر سوال ببره. باور شما چی هست؟ گوره در نړۍ حکومتونه طرز و تفکر و ایدئولوژی و قوانین در فرق لري. اوس ګوره دلته اسلامی امارت دی. نو اسلامی امارت منبع چی شی دی؟ هغه قرآن و سنت دی. اینو میگن در قرآن و رازو. سنت قرآن و سنت منبع دی. بیا ګوره مسلمانانو کې قوانین دي څلور نوع قوانین دي. اول قرآن دی چې څه په قرآن کې نه و بیا به ځي احادیث وته د نبوي احادیث وته په هغې به عمل کوي که په هغې کې د یو څه ونه لږ لکه د ترافیکو قانون راځو د ترافیکو قوانین داسې بعضې نور قوانین چې هغه پیدا نه کړه بیا به ځي اجماع ته. اجماع هم دا وضعي قوانین دي د انسانانو په لا جوړ سوی دی. بیا به که په اجماع کې دم پیدا نه کړه بیا به قیاس کوي خپله به فیصله کوي خپله به یو عمل کوي چې دې دپاره څنګه قوانین جوړ کړم. پس نیازی به قوانین نیست. یعنی دلته قوانین شته ټول اوس د افغانستان ترافیکو قوانین ټول مغه به پخوانی قوانین هلته مروج اوس موږ په کابل کې تاسو په کابل کې وینو ترافیک په کومو قوانینو باندې عمل کوي همغه په نړیوال سټنډرډ چې قوانین دي په هغې باندې عمل کوي. نو داسې قوانین اصلا د دوی مشکل دلته نه دی د دې خارجانو مشکل دا نه دی چې زمونږ اوس به درته هم د شمالي کوریا کې په کوم نامه باندې دوی په رسمیت پیژني د سعودي عربستان حکومت دوی په کوم نامه باندې په رسمیت د کوایت هیواد هم داسې په سلګونو بل د ایران حکومت چې دوی وایي دغه هلته انتخابات نشته هلته د حقوق بشر پایمال دي هلته نور قوانین خپله اسرائیل په کوم قوانین باندې خپله امریکا چې په سلګونو کسان په غزه کې وژل کیږي د امریکې په لاس باندې د امریکې په سلاحو باندې په مډرنو ټکنالوژي هغه څوک چې هغه په غزه کې په سلګونو خلک وژني او بیا موږ ته حقوق بشر راکوي بیا موږ ته حقوق بشر ناروي. یک بحثی را که در روشنی مباحث هر دوی شما بزرگوارا میشه کرد این است که حالا مسائل بین المللی اشاره میکنند مثلا به مقبولیت و تاییدیت یک اجتماعی و یک حقوقی و اجتماعی بحثش همین که مردم باید بپذیره و حقوقی هم بحثش این که قوانین در راستای قانون اساسی و دیگر قوانین باشه. گور محترم ما خپل حقوق لوستی حقوقی که ما هم دیپلماسی لوستی درست تر ډیره حد زه په دې مسایلو باندې آګاه یم. د ملګرو ملتونو په منشور کې اوله معاهده ده چې ټول نړیوال هیوادونه به د ملګرو ملتونو منشور ته درناوی کوي. دوهمه ماده ده چې د ملګرو ملتونو سازمان به د یو هیواد داخلي کړنو مذهب کلتور رسم و رواج ته درناوی لري. اوس ما درناوی زما کلتور له نړۍ سره فرق لري له اروپایي ټولنې سره فرق لري له امریکایي ټولنې سره فرق لري. زه وایي سنتي اسلامي ټولنه یم نو زه په قرآن او په حدیث باندې عمل کوم. زه ما ته هم وضعي قوانین دومره مطرح نه دي لکه آسماني قوانین چې مطرح دي. تشکر. اجازه بدین آقای اطمر هم که پاسخشان را از بحث شما گرفته باشند دوباره میشه اشاراتتان را داشته باشین. ایشان میفرمایند که ما قانون داریم، قانون اسلام، بعد اول قرآن، بعد سنت، بعد اجماع، بعد قیاس که همه قوانین زیر مجموعه میتونه در راستا و روشنای اینها انجام شود. ببینین ما هیچ کشور اسلامی منکر از این نیست که اونا قانون اسلامی را قبول نکنن. او یک اصل است برای ما. یعنی کلی آره شما در افغانستان کسی را دیدیم که دا قرآن قبول نکنه؟ نخیر. آلی نه در طول نمی 200 سال آیا تو کسی را دیدیم در افغانستان که
قرآن قبول نکنه یا حدیث قبول نکنه. اما به این سر زی صحبت بکنیم که در ولی خود می علمای دینی نمیگن، شما بعضی آیات را ببینید نمیگی منسوخ است. در قسمت احادیث ما 70,000 حدیث داریم، در حدود 70,000، در حالی که حدیث صحیح بیش از 3,000 نیست و در او هم توافق نیست که به 3,000 حدیث باشه. اینالی در یعنی شما فکر میکنید حتی در متون اسلامی میشه آنچه که اسلامی نباشه را پیدا کرد؟ منظور شما یک چنین چیزی هست؟ دیدی هدف با اون چیز نیست. هدف بایست که در توافق بایی اختلاف باوجود میاد. امروز مثال شما برطاب بذارم. چه مثالی؟ مثلا دمی قانونی که امر به معروف نو امیرالمومنین را توشیح کرده، دمی مسند از این احادیثی هست که او را مردم قبول ندارن. چه مردمی قبول ندارن؟ ببینیم این به قانون اگر شما بخوانیم روی دمو زیر از او اما مسند از این موارد اینا نوشته کردن. مثلا به اساس حکم اینی حدیث اینی تصمیم گرفته شد، در حالی که اونمو حدیث صحیح نیست. اینجا مشکل پیدا شد بین از این که علما توافق کردن که کدام حدیث صحیح است. شما در 70,000 حدیث احادیثی را پیدا میکنید که مغایره که دیگه است. ولی آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی دقیقاً در پیوند به مواد همین قانون اشاره کرد که اگر مسلمان های این قانون را انتقاد میکنن ازش امکان داره به زوال ایمان دچار شون. به این اندازه اطمینان دارن در مورد این مسئله. ببینید این مسئله دیگه است یا آقای مجاهد نظرش است؟ این نظر شخصی شما است. در اسلام چیز نیست. در اسلام همیشه جر و بحث ابی جدال یک بحث است. در شریعت اسلامی جدال، مثلا شما جدال یا بحث در دین یک موضوع کاملا رواست. درست. اگر بر بگردیم دوباره به اجازه بده حرف آخر قرآن مونولوگ نیست. قرآن چیزی نیست که تنها بر شما دو حکم شده باشه. درست. در هر آیت قرآن، در هر صفحه قرآن این گفته شده که شما فکر کنین سر از این چیزی که ما مطلب گفتیم. درست است. فکر با مانه عزیز که او را منطق شد در یابین. فکر با مانه عزیز که این را ببینین که چقدر یه گپ قابل پذیرش است براتون. آقای اطمار فکر کنین میخوام در 30 ثانیه همین بحث بیارین به سمت بحث مشروعیت. اجازه بده برام همین گپ بگم. ببینین ما همیشه میره از قرآن کود نمیکنیم و امر هم شورا بیره ها. شما چطور مشوره و شورا را رد میکنید؟ آقای مجاهد اگه این کار را میکنید اینا درست است که میگه در یک پرسان نکنید و امر و شورا بینه هم. یعنی چی؟ شما در امور مشوره کنید. درست. آن شما یا آیت سری قرآن منکر هستید؟ به این خواهیم پرداخت. در 30 ثانیه بر محور قبلی بحث بیاریم، اینکه بحث مشروعیت داخلی افغانستان بود. به نظر شما مشروعیت داخلی و مقبولیت اجتماعی وجود نداره؟ سوالتان تقریب هست؟ دی نداره. برای اینکه مشروعیت از کجا شد؟ شما که بازور تفنگ سر مردم، حتی عالی وزیر تحصیلات عالی را میگه که پرسیدن درباره مکتب دخترهایی حرام است و این جرم است. همین تو چیز در قرآن در صدر اسلام همین تو چیز دیده. وقتی که حضرت عمر خطابه میده یک اسامی بیخیزه برازو میگه که اگر تو خلاف شریعت حرکت کنی با این شمشیر تو رو من اصلاح میکنم. حضرت عمر برای چوب است؟ تشکر. درست. در صورتی که اسلام
این شریعت اسلامی این اجازه را بر مسلمان ها بده یا چی کار است که اینا صدای مردم را بند کنن یا مردم را تهدید بکنن یا مردم را به زندان بیندازن؟ بسیار عالی، ممنون، تشکر از دیدگاه شما و میشه به بقیه دیدگاهاتان بعدا بپردازیم و نظر آقای شیرانی را هم داشته باشیم. اما بیننده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم و دوباره برمیگردیم. سلام مجدد. و آقای شیرانی، صحبت‌های آقای اتمر در پهلوهای گوناگونی مطرح شد که بخواه ایرا بگه که افغانستان کنونی یا امارت اسلامی مشروعیت داخلی نداره و اینا اشاره میکرد که آیت قرآن که و امرهم شورا بینهم یک مصداق محکم بر گردایی مردم و بزرگان و کسایی که سکاندار و تصمیم گیرنده هستند در از جمله مسائلی همچون انتخابات و تصامیم این که بتانه مشروعیت داخلی حکومت را تعیین بکنه و تایی بتانه زمینه سازی بکنه برای مشروعیت بین المللی و بر رسمیت شناختن. گوره رازو مخکل دینا چی دقیقه مسئله تا راشو یار خود در احادیث و پکل چه دوی ابتاد ازا و اویازر احادیث را ولی دیگه ده که ضعیف و قوی و صحیح حدیث است دی هم دست خبره ده خود ده حقه چاعت معلوم دی ده باندی نه اتمر سا پویگی نه زه پویگم حقه اقا چوک پویگی چه شیخ الحدیث بی یعنی هر مسلمانی که تحقیق کنه نمیفهمه هر کس آلی ما نمیتانیم که به جای دکتر جراح کار کنیم به جای دکتر دندان کار کنیم به جای انجینر کار کنیم ما نمیفهمیم ده این چیزا کسی که با متخصص تخصص داره در این باید و اینا با بحث آیات همچون تعقیلون اشاره کردن که تفکر کنید ایره ما و اتمرس هم نمیپاییم در این چیزا خبر دلت ده چی مونگو تاسی باید اغس علم باندی بحث بکو بکو که مسائل رو بحث بکو چقدر مونگ باندی پییگو چی مونگ نلسوی نلوڑیوی خدای نخست دلت ده مونگ اغس پد بعضی مسائل که کده ایسی مونگ بایی چی مونگ مسلمانی و مونگ بایی چی مونگ عقیده سیی ده خب مونگ خدای نخست ده زکر دقا قوانین در امر بالمعروف چه استوشه شویده در امیر المومنین در طول علماء و کرده پا دی بانده دره کال کار شویده در طول آتول پا دی که صحیح حدیث اگه حدیث دی چقدر با مطمر صاحب تا خودم معلومی که با نوی معلوم چقدر بخاری و مسلم دوال رو روایت کردی اغیط صحیح متفق علیه حدیث وی اپس لقرآن متبرترین کتابون کم دی بخاری و مسلم شریف دی سیاه ستا دی نو دقا کتابون دی دو که پزرگون و حدیث دی پزرگون و حدیث در صحیح حدیث دی ده که نه چون چراست در نه پکه خطاست در نه پکه شست ها حدیث چیلی هم مسلم روایت کری ویلی هم بخاری شریف روایت کری پا دی حدیثو که ضعف نشتا پا دی حدیثو که خطا نشتا یعنی شما مطمئن هستن که متفقون علیه هستن همه احادیثی که پشتوانه همین قانون تازه توشیح شده هست. گوره ده قانون دست یا قانون دی چقدر ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر ده پاره دی چی ده مونته توصیه کوي نو کاغه چیری په ضعیف و احادیثو باندې بنا شي خو بیا خو زم نقد کوم تیم نقد کوم که اتمار صاحب هم نقد کوي نقد پکې ګوره دوی داسې حدیث داسې هغه کار اخیستی دی په دې قانون کې ټوله نړۍ اسلامي علما چیلنج کړې ده چې دوی کې په دې کې یو نو خو ونیسي هغه د یعنی په قوانینو د احادیثو دی رد کړي په قرآن و په آیاتونو دی رد کړي یک سوال که مطرح میشه اگر چنین چیزی هست بقیه کشورها چرا از این چون این قوانین پیروی نمی کنند نو بکی اخو اخو طول سکولران دی چرت دی اسلامی نظام اخو طول دی امریکی و دی برطانیه بچان دی حالت نظام چرت دی طول سکولاریزم دی حالت اسلامی نظامونه چرت دی و اینکه آقای اتمر اشاره می کنند که مشروعیت داخلی نیست برای همین زمینه مشروعیت بین المللی نیست در این مورد میشه شما بیشتر دیدگاهتان را ایراد با هر نظام که چه حدود ده خدای حدود قانون نه چقدر که پر نام اسلامی نظام اسلامی نظام چوک نیچی ولی تا پا نره که مکتبو که چقل تا حدود جاری و فکر میکنی تنها نظام اسلامی در کره زمین بلکل به وسنه و شرایط دو که هم تقوازنه افغانستان ده چی اسلامی نظام پا که تدبیق کرده و رو ده تدبیق دو پالت که ده پورالیا نده تدبیق شوه پورا اسلامی نظام نده پور تدبیق شوه خود تدبیق دو پالت که ده ده فرامین چی ورکوی ده قوانین چی جوری او امر کوی ورته چی ده امر بالمعروف وزارت دم ده
هر اسلامی نظام که چه امر بالمعروف و نهی عن المنکر نیوی اگه نظامونو تو اسلامی نظام نویل کیگی. تشکر. در همین مورد برمیگردیم به آقای اطمر عزیز که ایشان میفرمایند که تخصص دینی میطلبد کنکاش و کاوش مسائل از جمله این که احادیث چقدر صحیح و ضعیف هستند. بله درست است و به این گفت موافق است و ما باید فکر بکنیم که یک محتسبی که او مکلف است که اوی قانون را تطبیق کنه این چقدر تاثیر داره. ما خب اوی در طول پس شما به این که صحاح سته میتونه منبع این احادیث باشه توافق دارین؟ اجازه بده. ما به این توافق دارم که حدیث صحیح حدیث بخاری است، حدیث کابل است، این درست است. و مسلم متفقن علیه بود. ولی اما این که امی افراد و اشخاصی که حتی از سواد کامل برخوردار نیستن اینا آیا منظورتان چه کسانی هست؟ محتسبین است؟ هدف ما محتسبین است. آیا اینا امی دانش دارن که امی را به صورت درست تطبیق بکنن امی چیزی که تصویب شده فیصل را گفتن میتونیم توشیه شده. ببینیم ما امی اکر بطن ما خود در رسانه ها ببینیم غلطی هایی که مشهور است دمی قانون هم دمی قانونی که توشیه شده غلطی های به نهایت زیاد است. چه غلطی؟ منظورتان از غلطی باز هم مسائل شرعیش هست یا غلطی حقوقی؟ جمله بندی غلط، ترجمه غلط، غلطی ادبی و دستوری منظورتان غلط. خب این چیزا موجود است و این ما از فیصله قاضی های که در محکمه صورت گرفته صورت فیصله ها را که مطالعه کردیم که ببینیم اشتباهات و غلطی ها به نهایت زیاد است. از این خاطر یک بحث جداست. شما ببینید 57 کشور دنیا آیا واقعا امیتر چیزی که شیرانی صاحب میگه متون است که در 58 کشور دنیا در اون جای ادامه از هر موجود است در اون کشور که ما میریم برای حج و برای عبادت در اون کشورها و در اون کشورهایی که اونا هم نظام های اسلامی دارن اما میگه حدود اسلامی حاکم نیست، نافذ نیست. ببینید این چیزیست که فکر تو است، این چیزیست که فکر من است. این تو خود نیست که ما 1.5 میلیارد نفوس دنیا را بگیم که تو غلط میگی و 1 میلیون دیگه، 1 میلیون هم نیست، من هم میفهم 20 هزار، 10 هزار شاید من فکر باشم. درست. شما اگر فکرتان اینقدر مطمئن هستین که مردم قبول میکنن امیره پرتی بارای مردم امیره یک برای گیری مردم پرتی که چقدر مردم با این فکرتان موافق هستن. خب ایشان میفرمایند که سیکولاریزه شدن فرایندهای اجتماعی در دنیا گپ غلط است. سیکولار ایمانا را ندارم. سیکولار چی است؟ ما مسلمان هستیم. خب در اسلام چیز نیست. ما کافر نیستیم که چیز را بخواهیم. ما در افغانستان کی کافر است؟ شما کسی را دیدیم که از اسلام منکر شده باش؟ چرا بزور سر مردم تومت میزنید که تو کافر است؟ تشکر آقای اطمر. برای جنبندی دوباره به شما برخواهیم گشت. آها. و اول دیدگاه آقای شیرانی را به طرف جنبندی بس میریم در این مورد میداشته باشیم که به نظر شما برای از اینکه تعاملات امارات اسلامی به جهان بیشتر شود برای اینکه افغانستان را به رسمیت بشناسند چه قدم های دیگه باید برداشته شود؟ چه باید شود؟ گوره یا خب باید خبر اصلاح شی. ما دست ندی ویلی ما اتمر سام ندی خود دلش دست سیکولر دی خدا نست کافر دی در دیر غلط خبره در چوک نکولشی ندی چاپ واس که تا در ما اول چی زن یا عالم نیم زی شیخ الحدیث نیم چی پی چاپ توای ورکو دا باید اصلاح شی دا باید خبره دست نده پدی که در دیر غاغارت خبره ده
ما ولی چې په نړۍ کې اسلامي اکثریت وادونو نظامونه سیکولر دي، اوس موږ پاکستان اسلامي حکومت جمهوری اسلامي دی، خو په نامه جمهوری اسلامي دی، هلته سیکولر د برتانیي قانون پرسیدن که سیکولر یعنی چی؟ سیکولر بی دینه، لا دینه، هغه دین او سیاست سره جدا کوي. سیکولر چه زمانه؟ لکه په ترکیه که دکم بی دین بودن یک بحث است، دین را از سیاست جدا کردن دیگه بحث کدامش است؟ در گور سیکولاریزم اگه نظام دی لکه در کمالاتا ترک نظام چی په ترکیه که اوسه محاکم دی دیت سیکولاری سیکولر در مانه چی اسلام به محدود بی په مسجد کی محدود به وی په هغه کې د ملا سره نور به په سیاست کې ګوتې نه وایي، په حکومتدارۍ کې به ګوتې نه وایي، دیته سیکولاریزم یایي. پس به اشاره کردید بحث ما با شماست. آقای اطمر عزیز در 30 ثانیه به همین مورد بپردازید که ایشان نگفتن سیکولر کافر است یا شما یا کسی خدای نخواسته کافر است، فقط اشاره ببینید باش رمیز و اسلام کنم به ایمانا اول خوشیرنز مرا نگفتن و میفهم مرا نگفتن برداشت خودشان را بود و احترام دارم و نظریات چون سیکولر از یک کلیبی نیستی سیکولر یعنی دانش هست خواه یعنی بیدین معنا نمیده و در بحث دیگر جدای دین از سیاست که ایشان گفتن معنا نمیده پس دیدی ببینید سکولر با مانای عالم هم میگن این که هم میگن سیکولر اینا خواهی انگلیسی شدن که فرمان سکولر عالم هست تشکر شما در دکشنری انگلیسی ببینید سکولر با مانای یک دانشمند است یک عالم است یا کسی که دانشمند عالم است اون سیکولر میگه با سیکولر فکر میکنه که مخالف دین است اون که نیست سکولر کسی است که اون هر چیز روی یک عمل یعنی عملگرا است روی منطق عملی اون رو مطالعه میکنه اون سکالر است تشکر و ابی دانشمندای ما مثل ابن سینا مثل بلخی مثل ابو نصر فارابی مثل اینا کل سکالر های ماست سپاس گزارتان هستم. 3 دقیقه آخر برنامه را داریم، فقط 1 دقیقه را اول میسپاریم به شما آقای شیرانی که یک اشاره کوتاه به بحثای آقای اطمر داشته باشید و بعد به پرسش ما در مورد آینده جایگاه افغانستان در نظام بین الملل بپردازید. از گوره دغه د سکولر نه با مطلب د تعبیرونه لکه دای چې وایز موږ تعبیر یو رقم دی اطمر صبر رقم دی استابل رقم دی دغه ترکی نظام و سیکولر نظام دی کنه دی سیکولر د کمالات ترک سکل قدرت ورسیده نو چی شی وکا په حجاب باندې بندیز دی څوک چې مکتب ته ځي هغه حجاب نشي اغوستی په حجاب کې څوک چې رسمي وظیفې ته ځي تداوس پوری د اردوغان تداوس د بلی دوره کې دومره شول چې اوس وکیلان او هغه کسان چې رسمي ادارې لري هغه اوس پر هغه توګه مسجد او هغه سره جدا کړی دي د اصلي د سیکولر معنا په اسلامي اصولو کې هغه دای په انګلیسي معنا کوي انګلیسي موږ څه کوو موږ د اسلام له تعبیر نه کوو اسلام کې سیکولر هغه چا ته ویل کیږي چې هغه دین و سیاست سره جدا کوي هغه وی دین همین نکته که شما میگید در کدام متن اسلامی هست کتابی هست په ټولو کتابونو کې دا درج دی د سیکولریزم کلمه هغه احکام د سیکولریزم فکر چی شده سیکولریزم مکتب ده دی چې دین محدود دی په مسجد کې هغه که څوک دین ویایي لاړ دسي مسجد کې د کینې خپل لمنځونه دی کوي څوک کار نه پې لري او په سیاست کې کار نشي درلودلی حکومتدارۍ کې اسلام کار نشي درلودلی نو دا خو ضد و نقیص وسه تشکر دوام این بس برنامه دیگه ای میطلبه حالا اشاره کوتاهی کنید که چه باید بکنیم تا امارت اسلامی بتانه روابطش را با جهان وسعت بده و افغانستان به رسمیت شناخته شود اسلامی امارت لکه تر اوسه پوری چتوانیده لیدی در نړۍ سره تر ډیر حد پوری دیپلماتیک اړیکې پراخه کړی دي او متوازن سیاست ساتلی دی اند گاونډۍ هیوادونو سره اند سیمې هیوادونو سره پراتر د سیمې د هیوادونو څخه حتی د امریکې سره غواړي چې اقتصاد محور سیاست وچلوي چې 40 کاله ورسره په جګړه اخته و اوس هم غواړي چې د ټولې نړۍ سره اقتصاد محور سیاست وچلوي متوازن شي چا په داخلي کار چارو کې مداخله نه وکړي او چا ته هم اجازه نه ورکړي چې د افغانستان په داخلي کورنۍ چارو کې مداخله وکړي تشکر و آقای اطمر پیشنهاد و نظر شما در مورد اینکه چطور به رسمیت شناخته شویم و چطور امارت اسلامی بتانه جایگاهش را در نظام بین الملل پیدا بکنه چه هست؟
خب نظر رئیس که عبارت اسلامی تا به اون تعهدات که عضوش هست در ملل متحد به او عمل نکنه هیچ وقت هم به رسمیت شناخته نمیشه. تشکر. ممنون از حضور آقایان اسحاق اطمر آگاه روابط بین الملل که از طریق اسکایپ از آلمان در برنامه بودند. تشکر هم از آقای عبدالجمیل شیرانی آگاه مسائل سیاسی در استیدیو و همچنان سپاسگزار شما بیننده های گرامی که پای افغانستان 1400 نشسته بودید. تا دیدار فردا، بدرود.